5 ضعف باتری سلولی و اختلالات توزیع انرژی در سلول. باتری سلولی یا مراکز تولید انرژی در سلول نقش کلیدی در فعالیت سلولی ایفا می‌کنند. ضعف باتری‌های سلولی نیز نقش کلیدی در نابسامانی‌های کلی سلولی ایفا می‌کنند. در بخش‌های قبلی توضیح داده شد که ضعف باتری سلولی عامل اصلی راه‌اندازی مجموعه روند پیری سلولی می‌باشد و در اینجا به بخش دیگری از چگونگی ضعف باتری سلولی می‌پردازیم. یکی از خصوصیات اصلی مولکول‌های ذخیره‌کننده انرژی خاصیت الغایی بیو الکترومغناطیسی آنان است. این خصوصیت دارای معایب و مزایایی است که بخشی از مزایای آن همان خاصیت گیرندگی انرژی است که قبلا توضیح داده شد. یکی از معایب اصلی این خصوصیت آن است که اگر در معرض عوامل جذب کننده بیو الکترومغناطیسی بیو الکتریسیته انسانی قرار گیرد انرژی از دست می دهد. مثلا اگر در کنار موجود زنده دیگری قرار گیرد که به شدت کمبود انرژی سلولی دارد تخلیه انرژی می کند. هرچه طول و شکل موج فرکانس سلولی این دو موجود به هم نزدیک تر باشد انتقال انرژی راحت تر صورت می گیرد. به نظر می رسد که عوامل تخلیه کننده انرژی غیر زنده نیز در تخلیه انرژی از سلولهای انسانی نقش ایفا می کنند. هرچه این عوامل به سیستم بیو الکترومغناطیسی طبیعی مراکز انرژی سلولی همسویی بیشتری داشته باشن، تبادل انرژی هم بیشتر خواهد شد. همه ما به نوعی این احساس پر شدن و تخلیه انرژی را در زندگی ما تجربه کردیم. در بعضی از مکانها و در کنار بعضی از انسانها پر انرژی تر و سرحالتر می شویم و در بعضی شرایط عکس آن به وقوع می پیوندد. اختلالات توزیع انرژی در سلول به ترتیب زیر بروز پیدا می‌کنند. الف، اختلال ارتباطات. در این گونه موارد مولکول‌های گیرنده و دهنده انرژی توانایی برقراری ارتباط را به صورت نسبی و یا کامل از دست می‌دهند. ب، اختلالات ارسال. در این گونه موارد پس از برقراری ارتباط مراکز تولید انرژی امکان ارسال انرژی را به صورت نسبی یا کامل از دست می‌دهند. جیم، اختلالات دریافت. در این گونه موارد پس از برقراری ارتباط مراکز دریافت انرژی امکان دریافت انرژی را به صورت نسبی یا کامل از دست می‌دهند. به نظر می‌رسد عامل اصلی در اختلالات فوق نابرابری بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی دو بخش آنودی و کاتودی مولکول‌های گیرنده و دهنده انرژی می‌باشد. ضعف باتری سلولی و اختلالات توزیع انرژی در سلول علاوه بر ایفای نقش بنیادی در پیری سلولی در 5% از بیماری‌های موجود زنده نیز نقش اصلی را ایفا می‌کنند. نتیجه گیری: ساختار کلی بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی سلول‌های موجود زنده می‌تواند به شرح اصلی زیر باشد. 1. برابری کامل. با فرض وجود برابری کامل در همه بخش‌های یاد شده و توانایی کامل باتری سلولی، بنیاد سلولی موجود زنده در شرایط برابری کامل قرار می‌گیرد. در این صورت سلول در 100% بازدهی قرار می‌گیرد و هیچ گونه نابسامانی و اختلالی در عملکرد آن به وجود نمی‌آید. در صورت تحقق برابری کامل و حفظ آن شرایط زیر پدید می‌آید: سلامتی کامل، بهره‌دهی کامل همه ارگان‌های موجود زنده، توقف روند پیری و فرسودگی، توقف مرگ. امکان دست یافتن به برابری کامل سلولی در دنیایی که زندگی می‌کنیم تقریباً غیر ممکن است، زیرا تعداد بیشمار عوامل نابرابر کننده خارجی و داخلی در مقاطع بسیار کوتاه و باور نکردنی از زمان به صورت مداوم و لاینقطع سلول‌های ما را متأثر می‌کنند. ولی اگر در شرایط قرار بگیریم که فاقد عوامل نابرابر کننده و فسودساز سلولی باشد، اصول بنیادین حاکم بر سلول امکان برابری کامل را فراهم می‌کند. 2. نابرابری مجاز. اگر نابرابری در سطحی باشد که صدمه و تخریب سلول و یا ارگان‌های داخلی آن را ایجاد نکند و فقط فشار و آزار مجاز سلولی وارد کند، نابرابری مجاز به وجود می‌آید. در این گونه موارد سیستم کنترل اتوماتیک سلولی فشار و آزار سلولی را کاملا خنثا می‌کند و هیچ گونه اختلالی در فعالیت عادی سلول به وجود نمی‌آید.
نابرابری مجاز شرایط زیر را پدید می آورد: سلامتی کامل، بهره‌دهی کامل همه ارگان های موجود زنده، آغاز مقدمات پیری. 3. نابرابری جبران پذیر. اگر نابرابری به سلول صدمه جبران پذیر وارد کند، نابرابری جبران پذیر ایجاد می شود. در این گونه موارد سیستم کنترل اتوماتیک سلولی صدمات را جبران می کند و آثار آن را از بین می برد و سلول را برای فعالیت عادی آماده می کند. نابرابری جبران پذیر شرایط زیر را پدید می آورد: سلامتی نسبتاً کامل، بهره‌دهی نسبتاً کامل همه ارگان های موجود زنده، نابسامانی مقدماتی در مقاطعی از سلول ها و رفع آن، آغاز روند پیری. 4. نابرابری غیر مجاز. اگر نابرابری در حدی باشد که سیستم کنترل اتوماتیک سلولی نتواند آن را در مرحله مقدماتی برطرف کند و این نابرابری مقدمات صدمات سلولی را فراهم کند، نابرابری غیر مجاز ایجاد می شود. در این مرحله مقدمات صدمات سلولی ایجاد می شود، اما در حد همان مقدمه باقی می ماند و از بین نمی رود، ولی اختلال در عملکرد اصلی سلول ایجاد نمی کند. نابرابری غیر مجاز شرایط زیر را پدید می آورد: سلامتی نسبی، بهره‌دهی نسبی ارگان های موجود زنده، نابسامانی مقدماتی سلولی و بقای آن، آمادگی سلولی برای صدمات جبران ناپذیر، تسریع روند پیری. 5. نابرابری جبران ناپذیر. اگر نابرابری ایجاد صدماتی در سلول کند که قابل اصلاح و بازسازی توسط سیستم کنترل اتوماتیک سلولی نباشد، نابرابری جبران ناپذیر به وجود می آید. در این مرحله صدمات سلولی در سطح مقطعی و منطقی ایجاد می شود، ولی سیستم کنترل اتوماتیک سلولی از گسترش آن جلوگیری می کند. حاصل این مرحله عبارت است از سلامتی نسبی، بهره‌دهی نسبی ارگان های موجود زنده، بروز اختلال منطقی و مقطعی در عملکرد سلول ها، به وجود آمدن بیماری های پنهان، فراهم شدن مقدمات بیماری های آشکار، تشدید روند پیری. 6. نابرابری مزمن. اگر نابرابری صدمات سلولی منطقی و مقطعی را گسترش دهد و به صورت مداوم درآورد و سبب بروز بیماری های پنهان و آشکار شود، نابرابری مزمن به وجود می آید. در این مرحله سیستم کنترل اتوماتیک سلولی نمی تواند به صورت کامل از گسترش صدمات جلوگیری کند و به تدریج بیماری های پنهان گسترش پیدا می کند و علائم بالینی بیماری های آشکار پدیدار می گردد. این مرحله در کار ارگان های موجود زنده اختلال نسبی ایجاد می کند، ولی فعالیت آنها را متوقف نمی کند. حاصل این مرحله عبارت است از سلامتی ناقص، بهره‌دهی ناقص ارگان ها، بروز اختلال در عملکرد ارگان ها، گسترش بیماری های پنهان، ظهور علائم بالینی بیماری های آشکار، تشدید مضاعف روند پیری. 7. نابرابری مخرب. اگر نابرابری منجر به ایجاد صدمات و تخریب گسترده در مجموعه از سلول ها شود، نابرابری مخرب به وجود می آید. در این مرحله فعالیت مستقیم یا واسطه ای ارگان ها به صورت نسبی یا کامل مختل می شود و سیستم کنترل اتوماتیک سلولی نیز قادر به رفع و بازسازی و یا حتی قادر به پیشگیری از گسترش تخریب نخواهد بود. در نابرابری مخرب بیماری های جدی بروز می کند و در صورت عدم پیشگیری و کنترل بیماری با روش های درمانی ممکن است بیمار به مرحله بعدی، یعنی نابرابری کشنده کشیده شود. حاصل این مرحله عبارت است از بروز اختلال مداوم و پیشرونده در عملکرد سلول ها و ارگان ها، بروز بیماری های جدی، بهره‌دهی ناقص ارگان ها، نیاز ارگان ها به برنامه های درمانی، تشدید فوق العاده روند پیری و مرگ سلولی. 8. نابرابری کشنده. اگر در سلول نابرابری معکوس ایجاد شود و ارتباط بیو الکترومغناطیسی سلول با مرکز فرماندهی موجود زنده دچار اختلال شود، نابرابری کشنده به وجود می آید. در این مرحله دسته های سلولی دچار مرگ سلولی می شوند یا از کنترل خارج شده و تشکیل واحدهای سرگردان و طغیانگر سلولی می دهند. محل وقوع این نابرابری ها دچار اختلال می شود و فعالیت ارگان ها را فلج می کنند. حاصل این مرحله مرگ سلول های نابرابر، اختلال نسبی یا کامل ارگان ها، اختلال نسبی یا کامل بهره‌دهی موجود زنده، کار و نبودن روش های درمانی، مرگ زودرس بیمار می باشد. در صورت ایجاد نابرابری سلولی، نوسان کلی بدن مختل شده و یا افت می کند.
اگر بین نیمه راست و چپ سر انسان 3 تا 10 میلیون هرتز اختلاف نوسان ایجاد شود، سردرد معمولی تا میگرن به وجود می آید. اگر فرکانس کلی بدن به 58 میلیون هرتز افت کند، سرماخوردگی ایجاد می شود. اگر فرکانس کلی بدن به 55 میلیون هرتز افت کند، بیماری های ویروسی شروع می شود. اگر فرکانس کلی بدن به 42 میلیون هرتز افت کند، سرطان آغاز می شود.